بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام محضر دانشجویان محترم و علاقمندان رشته های علوم تشریعی و علوم پایه پزشکی. دکتر اشرفی هستم، مدرس دانشگاه هیئت علمی دانشکده پزشکی و جنین‌شناس مرکز نازایی. در خصوص آموزش علوم تشریعی پزشکی، مبحثمون در مورد سیستم قلبی و عروقی خواهد بود. شاید این سوال براتون مطرح بشه که چرا ما اول در مورد جنین و شکل‌گیری سیستم قلبی و عروقی با هم صحبت می‌کنیم. اگر ما بخوایم یک ارگانی رو توی بدن بررسی کنیم، سه تا سوال مطرح میشه: چه شکلی شکل گرفته، چه سازمانی داره و مختصات اونو باید یاد بگیریم. یعنی به ترتیب در مورد جنین، بافت و آناتومی صحبت خواهیم کرد. وقتی که صحبت از جنین میشه، ما تمایز و شکل‌گیری تشکیل ارگان‌ها و اندام‌ها رو یاد میگیریم و در دوره پریناتال یک پریناتولوژیست میتونه تشخیص بده که آیا مراحل نرمال تشکیل ارگان‌ها و اندام‌ها در جنین درست پیش میره یا نه. اگر ناهنجاری هایی هست، میشه اونها رو تشخیص داد، میشه اونها رو درمان کرد و با این کار از تولد یک جنین مشکل دار ما ممانعت. توی بدن ما 200 نوع سلول داریم. این سلول های همشکل و همکار 4 نوع بافت اصلی رو تشکیل میدن. نوع بافت، محتویات اون، کنش و واکنش و ارتباطی که سلول ها با هم دارن باعث میشه که یک سیستم نظام یافته و منظمی در بدن شکل بگیره. اگر نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری وجود داشته باشه، میشه در علم پاتولوژی اونها رو تشخیص داد. مثل قطعات یک سیستم و کارخانه و ماشین عظیم، اگر بخش کوچیکی از کار و فعالیت بیفته، مطمئناً در ساختار و نظام کلی اون مشکل ایجاد می‌کنه. لذا نیاز هست که ما ساختار بافتیشو یاد بگیریم. و در نهایت اگر بخوایم با چشم غیر مسلح ساختار بدنی رو مطالعه کنیم، از لحاظ کالبد شناسی عضوی رو تشخیص بدیم که به صورت لوکال و سیستماتیک چه ارتباطی با سایر بخش‌های بدن داره، تنوع و وریشن‌های نرمالی که در افراد مختلف هست ولی زندگی اونها رو تهدید نمی‌کنه و نارسایی‌هایی که وجود داره، به ما کمک می‌کنه که یک زندگی ایدئال و سلامتی رو برای بقای زیستی فرد برنامه‌ریزی بکنیم. پس لذا اول در خصوص جنین و شکل‌گیری سیستم قلبی و عروقی با هم صحبت می‌کنیم. اگر خط تولید انسان رو در نظر بگیریم به عنوان یک ریل تولید، قبل از اینکه زایگوت تشکیل بشه، 3 ماه قبلش در آقایون در دوره بلوغ استارت اسپرماتوژنز و ساخت اسپرم زده شد. در حالی که حدوداً 75 روز طول میکشه که یک اسپرم تشکیل بشه، ولی در مرحله‌ای به نام اسپرمیوژنز این استاهن الانگه میشه، در مجرای اپیدیدیم ظرفیت حرکت رو پیدا میکنه، ولی باز برای اینکه لیاقت و کیفیت لگاه رو داشته باشه، نیاز هست در ترشحات واژنی خانم قرار بگیره تا یک دوره کاپاسیتیشن رو تیپ. همزمان در خانم هم از دوران قبل از تولد در دوره پریناتال استارت یک میوزی زده شده، یک گاماتوژنزی زده شده که بعد از تولد در دوره بلوغ چند تایی از اونها در هر دوره عادت ماهانه شروع به رشد میکنن که در نهایت یکی دو تا از اینها لیاقت دارن که آزاد بشه. وقتی که تخمک آزاد شد، از این طرف هم اسپرم خودش رو تونست برسونه به ناحیه لوله رحمی در منطقه آمپولا، لگاه اتفاق میفته. فرتیلیزیشن یا لگاه یک امر بسیار پیچیده است که شما به تبع اطلاعاتی از اون از قبل دارید. بعد از لگاه چه اتفاق میفته؟ زایگوتی که تشکیل شد به صورت دیپلوئید یک مسافرت 6 روزه‌ای رو آغاز میکنه که در دوره پیشرویانی یا پری امبریونیک پریود خودش رو میخواد برسونه به داخل رحم. لذا تقسیم میشه، چون اطرافش یک لایه‌ای به نام زانوپلاسیدا هست و شما هم اطلاع دارین ازش، اجازه نمیده که تقسیم میتوز عادی باشه. لذا یه تقسیمی به نام تسهیم یا کلیویج اتفاق میفته و در این راه اینها به صورت تمشک مانند یک توده توت مانندی رو درست میکنن که خودش رو میخواد وارد ناحیه رحم بکنه که بهش میگیم مورولا. وقتی که وارد روز ششم وارد رحم شد، استراحت شرفیاب شد به داخل رحم به صورت بلاستوسیست در و از این روز داستان ایمپلانتیشن و کاشت جنین آغاز میشه. از این لحظه تا اواخر هفته هشتم و شروع هفته نهم ما تحت عنوان دوره رویانی یا امبریونیک پریود میشناسیم. در این دوره ارگاژنز اتفاق میفته و تقریبا میشه گفت تمام دستگاه و اندام های بدن به صورت مینیاتوری شروع میکنن به ساخته شدن. یعنی در 6 ماه بعدی بیشتر داستان رشد و بزرگ شدن مفهوم است و تمایز مقداری کم پسند دیده میشه. ولی با این حال بعد از تولد هم باز تمایز در بعضی از اندام ها وجود داره و به شخصه اعتقاد دارم که سلول های بنیادین تقریبا در تمام بافت های بدن هست و بر اساس شرایط میتونیم فعال بشه. نمونهش انواع کانسرها شاهد بر این عرض بند است.
ما درسمون رو اینطوری ادامه میدیم که من فکر میکنم بنا رو بر این میذارم که انشالله شما جنین‌شناسی عمومی رو خوب یاد گرفتید، از اصطلاحات ترمینولوژی آناتومی اطلاعات کافی داریم، بافت عمومی رو خوب بلدیم، ولی با این حال در بعضی موارد بر اساس ضرورت مطلب مواردی رو خدمتتون مجدداً عرض خواهم کرد. در دوره پیشرویانی به علت نازک بودن رویان، کم بودن تعداد سلول‌های رویان و حجم رویان، عمل انتشار ساده تمام کارهای تبادلات این سلول‌ها رو انجام می‌دهد. همینطوری که اینجا دارین مشاهده می‌فرمایین، وقتی که بلاستوسیست وارد ناحیه رحم شد، یه توده سلولی در داخل هست به نام اینر سل ماس که این اینر سل ماس ها امبریون ساز یا جنین ساز خواهند و سلول‌های اطراف رو تحت عنوان سلول‌های تروفوبلاستی می‌شناسیم که این سلول‌های تروفوبلاستی پرده‌های جنین رو به وجود میارن. پس با این حساب وقتی که تعداد سلول‌ها کمه و حدوداً 1100 تا سلول در این حوالی وجود داره در زمان قبل از کاش، تمام سلول‌ها خیلی راحت میتونن با محیط اطراف وارد ارتباط بشن، تبادلات انجام بدن، مواد غذایی رو دریافت کنن و از همه جالبتر مواد زائدشون رو دفع کنن. و نقطه کلیدی اینه که بایستی یه سری فاکتورهای رشد رو از سلول‌های اطراف دریافت کنن که بتونن زمان و مسیر و نحوی تمایز رو طی بکنن. پس نیاز هست که این ارتباطات تنگاتنگ حفظ بشه. لذا با افزایش تعداد سلول و حجم رویان و غیر قابل دسترس شدن بخش‌های درونی رویان و ارتباطش با بیرون، می‌طلبد که در همین هفته‌های اول، همون هفته سوم، یک سیستمی طراحی بشه که بتونه این تبادلات رو ایجاد کنه. لذا اولین دستگاه تشکیل شونده در بدن، سیستم قلبی عروقی در اواسط هفته سوم هست که باید شکل بگیره. ما سه تا مرحله اولویت دار در تشکیل سیستم قلبی عروقی داریم. یعنی اگر ما بخوایم دستگاه قلبی عروقی شکل بگیره، نیاز هست که ما داربستی رو داشته باشیم که رگ‌ها و خون رو بسازه. یعنی در داخل اون مایه همبندی سیال خون بتونه حرکت کنه. دوم یه پمپی باشه که اینو هولش بده. یعنی تشکیل لوله قلبی وارد که بعداً خواهیم دیدین دیواره بندی میشه به یک ساختار چهار افقی، دو حفره در بالا، دو حفره در پایین که داستانشو عرض خواهم کرد. و مورد بعدی اینی که بعد از تولد و قبل از تولد بدن بزرگ میشه، رشد میکنه. پس نیاز هست رگ‌ها رشد بکنن. پس این تداوم رشد تا بعد از تولد هم ادامه پیدا. برای اینکه سیستم قلبی عروقی تشکیل بشه، ما نیاز به مواد اولیه داریم یا آذر اولیه نیاز داریم. پس اولین سلول‌هایی که تشکیل میشن، سلول‌های تشکیل دهنده رگ و خون هست که بهش میگیم آنجیوبلاست. آنجیوبلاست‌ها در ناحیه سری صفحه رویانی پخش میشن و به دو صورت آرایش پیدا میکنن. سلول‌هایی که درونی‌تر هستن به عنوان منشأ و تشکیل دهنده سلول اولیه خونساز محسوب میشن و سلول‌های بیرونی‌تر قسمت‌هایی به نام توده‌های رگ‌ساز رو میسازن که در مجموع یک شکل نعلسوی دارن. و جالبتر اینه که این سلول های آنجیوبلاستی در قسمت جلویی میانی رویان بالاتر از صفحه پرکوردال باعث تشکیل ناحیه کاردیوجنیک یا قلب ساز میشه که دو لوله اندوکاردی مجاور هم از این قسمت قرار ساخته بشه. همینطور که در شکل هم ملاحظه میفرمایید، سلول های اولیه که آن دیفرنشیتد هستن از مزودر منشأ میگیرن، اینها یه جا جمع میشن، یه کلاستر و هیمانجیوبلاستیک استاهن اگریگیت رو درست میکنن و باعث میشه که سلول‌های داخلی تر سلول‌های هموپویتیک بشه، خونساز بشن و سلول‌های کناری سلول‌های دیواری رگی رو به وجود بیاره. ما دو تا منشأ جداگانه باید برای رگ‌ها داشته باشیم. شما تو جنین شناسی عمومی خوندید ما یک بحثی برای رویان و فتوس یعنی در داخل جنین داریم، یه بخشی خارج تحت عنوان پرده‌های جنینی. پس مزودرم داخل جنینی منشأ قلب، رگ‌ها و سلول‌های خونی داخل رویان هست که این موقعیت اصطلاحاً اون فولدینگی که خمیدگی هایی که اتفاق میفته باعث میشه که اینها در داخل ساخته بشن. و مزودرم خارج رویانی منشأ رگ‌ها و سلول‌های خونی خارج رویان. این سلول‌هایی که در خارج رویان هستن، ناخودآگاه ما فکرمون میره به کیسه زرد. در کیسه زرد ما عروق زرد رویان، سیاه رگ‌ها و سرخ رگ‌ها و موی رگ‌ها، موادی که در اون روزهای اول دوره رویانی خیلی ضروری هستن که به امبریو برسه و ساختارهایی رو استارت تمایزش زده بشه. و دوم در کوریون عروق نافی که وجود داره، دو تا سرخ‌رگ سیاه‌رگی که اونجا هست، اینها در واقع از مزودرم خارج رویانی تشکیل میشه. ما دو تا روش رگ‌سازی داریم. یه جایی که اصلا از رگ خبری نیست، سلول‌های آنجیوبلاستی،
اونطوری که صحبت کردم تحت عنوان آنجیوجنزیس اونجا ساخته میشن، سلول های داخلی تر میشن سلول های خونی، و سلول هایی که در اطراف هستن میشن سلول های دیواره رگ. ولی نه، یه جایی رگ هست مخصوصا بعد از تولد این زیاد دیده میشه در پستناتال، خیلی مساحت محسوس است، رگی وجود داره میتونه رگ جوونه بزنه رشد بکنه. مثالش متاسفانه در بحث های تومور به کرات دیده میشه، جایی که سلول ها حالت کانسر دارن متاسفانه فاکتورهایی که برای رشد رگ ها لازم هست رو اینا ترشح میکنن، این فاکتورهای رشد اندوتلیالی رگی باعث میشه که رگ ها اون منطقه تومور بیشتر دسترسی پیدا بکنن و سلول ها به اونجا با سرعت زیادی رشد بکنن. قلب ما اول جالبه موقعیتش عرض کردم حالت پریکوردال هست در قسمت جلوی صفحه سری، ولی این به دو تا دلیل باید در داخل قفسه سینه قرار بگیره که این رو کار کرد و عمل کرده فیزیولوژیک اونو توجیه میکنه، یک فشار منفی در داخل قفسه سینه ایجاد بشه. لذا پیدایش خمیدگی سری دومی، تشکیل دستگاه عصبی در رویان و پیدایش خمیدگی های طرفی یا لترال فولدینگ ها باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ این لوله های قلبی که در این صفحه سلایی تشکیل شده بودن در داخل رویان، در اون فضای داخلی رویان در سلوم قرار بگیره. البته سلوم رو شما میدونید، حفره‌ای که در داخل بدن رویان و جنین هست از ناحیه گردن تا ناحیه لگن کشیده شده که بعداً به ناحیه تراکس و آبدومن و ناحیه پلویک تقسیم خواهد شد. در این شکل که دارین مشاهده میفرمایید، ما یه سپتوم ترانسفر داریم در قسمت استخوان سفالیک و در پشت این صفحه هم یک پروکوردال پلیت هست. پروکوردال پلیت و سنکوآکلال ممبرن یا قشای کلاهکی رو اگه بخوایم تفسیر کنیم، شما دو تا بریه رو در نظر بگیرید، رو هم گذاشتی، یه منگنه از قسمت جلویی زدین، یه منگنه از قسمت عقبی. لذا این دو تا لایه از هم جدا نمیشن. یعنی در هفته سوم وقتی که سلول‌های اکتودرمال اپیبلاستیک اینجا وجود داره به صورت اون توپ بولینگی که در میان و از اینجا مهاجرت میکنن میرن داخل، وقتی که در ناحیه هیپوپلاستیک قرار میگیرن اندودرم رو میسازن، در قسمت بالا به اکتودرم تبدیل میشن و لایه میانی هم تحت عنوان مزودرم. این مزودرم پروکوردال پلیت رو دور میزنه، میاد کاردیوجنیک اریا یا ژل ناحیه قلب ساز رو به وجود میاره، و وقتی که این در قسمت پشت اون که نوتوکورد تشکیل شد و روی اون شیار عصبی تشکیل شد، شیار عصبی وقتی که بسته میشه به صورت یک لوله عصبی در میاد و مخصوصا اون نوروپور جلویش بسته میشه، میخواد رشد بکنه و حبه‌های مغزی رو به وجود بیاره، انگار کسی که روش که چادر انداختی میخواد از سریزاش بلند بشه، لذا باعث میشه که تا بخوره امبریو به صورت سفالیکادا جلوی عقبی و قلبی که در قسمت پرکوردال هست یا در ناحیه قفسه سینه قرار بگیره. وقتی که در ناحیه قفسه سینه قرار بگیره داستانش رو بعدن یاد خواهیم گرفت که به واسطه جناق سینه استرنوم از ناحیه دسته یا مانوبریوم شروع میکنه به بسته شدن و قلب در ناحیه قفسه سینه آرام میگیره. پس این چینهایی که ایجاد میشن باعث میشه قلبی که در جلوتر هست بیاد در ناحیه قفسه سینه قرار بگیره، و این صفحه استخوان سپتوم ترانسفری که اینجا وجود داره میاد در این قسمت در ناحیه قفسه سینه دیافراگم رو میسازه، و این دلیل استخوان رشد کردن و این اسم پروکوردال پلیت داستانی که براش اتفاق میفته تو این شکل داریم میبینیم. کیسه زرده در داخل رویان جا میمونه، در قسمت جلو شروع میکنه به رشد کردن فورگات یا پیشین روده رو میسازه، در قسمت عقب هاینگات یا قسمت استنهر روده پسین رو، در قسمت وسط هم به صورت میانی هم. این قسمتی که در جلو هست مری یا ازیفاگوس رو درست میکنه که از اینجا جوانه کبدی به داخل کیسه سندیواری ارضی خواهد رفت و جوانه برای داستان مثلا ریه ها به وجود خواهد اومد و بالاتر هم قده تروئید و قصه‌ش هم که در جنین شناسی عمومی خوندید، و در نهایت صفحه پروکوردال میاد با حفره دهانی راه پیدا میکنن به هم دیگه و غشای دهانی حلقی باز خواهد شد. وقتی که به اواخر هفته سوم میرسیم یه سری تغییراتی اتفاق میفته. از دو تا لوله اندوتلیالی قلبی اولیه و اون جانبی که داشتیم در خط وسط به علت فولدینگ و چین خوردگی لترالی که اتفاق میفته یه لوله آن اندوکاردی اولیه تشکیل خواهد شد، و این چین سری و دومی هست که باعث میشه لوله قلبی ابتدایی در ناحیه گردن و در نهایت در توراسیک آرام بگیره که این مراحل رو در بخشای بعدی خدمتتون کاملا عرض خواهم کرد. پس همینطوری که در این شکل هم عنایت میکنین، ما لوله قلبی رو در قسمت جلوتر از صفحه پروکوردال داریم، وقتی جلوتر از اون هم ما سپتوم ترانسفرزوم رو که با
چین سریدومی میاد در ناحیه قفسه سینه قرار میگیره. و از یه طرفی هم اگر نگاه کنیم، ما اندوتلیال هارت تیوبی که ساخته میشه در اطرافش کاردیاک ژلی که از اون مزودرم اطراف هست اون رو احاطه میکنه، یک میو اپیکاردیال منتل براش ساخته میشه و لوله قلبی به این صورت به صورت یک اصلاحا لوله سلایی تشکیل میشه و در اون حفره پریکاردیال کاویتی شروع میکنه به فرو رفتن و به صورت سه تا لایه ما در اینجا این قسمت ها رو داریم میبینیم. پس با این حساب صافی پریکاردیال کاویتی که وجود داره به صورت ویسرال و پریتال دو تا لایه خواهد داشت که یکی رو تحت عنوان احشایی روی لوله قلبی قرار میگیره و با لایه بیرونی اون در واقع یکی میشه و در قسمت خارسر یک صفحه خارجی یا پریتال وجود داره که صفحه پریکارد یا همون جنب قلبی رو تکمیل میکنه. و از یه طرفی هم که عرض کردم این دوتا لوله‌ای که در طرفین به صورت لترال تشکیل شده بودن میان در خط وسط به خاطر این لترال فولدینگ ها در خط وسط قرار میگیرن. البته ما باید یه سری مطالب رو از هم جدا کنیم و با هم قاطی نکنیم. یکی اینه که شکل‌گیری سیستم قلبی عروقی اواسط هفته سوم اتفاق و شروع زنش قلب در شروع هفته چهارم هست، یعنی از روز 21 به بعد، یعنی روز 22 و 23 محرز و دقیق ما میتونیم زنش قلب رو ببینیم. برای همین وقتی که یک فردی IUI میشه یا جنین بهش انتقال داده میشه بهش میگن که شما در هفته چهارم بعد از انتقال جنین بریم برای کنترل، ولی در افرادی که به طور طبیعی حامله میشن اینو به هفته های ششم و هفتم موکول میکنن، یعنی اون دو هفته اول رو هم بهش اضافه میکنن. در هفته هفتم شما میتونید یک حفره قلبی چهار حفره رو ببینید که دو تا دهلیز و دو تا بطن هستن و اینجا مشخص خواهد شد که قلب چه شکلی. البته در خود داستان قلبم به طور پراکنده عرض کرده بودم که از سه سلول هایی تشکیل میشن، ولی در کل از سلول های مزودرمی اسپلانکنی، در اکتودرم از همون مزودرم مجاور پاراکسیال و لترال مزودرم شرکت میکنه و در ضمن سلول های نورال کرست و ستیق عصبی هم در ساختار قلبی شرکت میکنن که به موقع در موردش صحبت خواهیم کرد. لوله قلبی که داشتیم دوتا بودن و در طرفین قرار گرفته بودن چه شکلی در خط وسط تبدیل به یک لوله میشن؟ پس یاد گرفتیم که در محاذات یا همسطح صفحه پروکوردا در موقعیت ونترال یا همون شکمی دو لوله اندوکاردی تشکیل میشه که با تغییراتی لوله قلبی واحدی رو تشکیل میده. به هم رسیدن لوله های اندوکاردی دو طرف به علت خمیدگی صفحه جانبی صفحه رویانی اتفاق میفته. اینا در خط وسط به هم نزدیکتر میشن و از قسمت سری به طرف انتها به هم رسیدن لوله های اندوکاردی ادامه پیدا میکنه. ما هم توی تمایز داستان استحن تمام ارگان ها اصولا ناحیه سفالیک یا ناحیه سری زودتر اتفاق میفته و اینجا هم داریم میبینیم مثل یک زیپی که داره از بالا به طرف پایین بسته میشه، این شروع میکنه به فیوز شدن، دیواره وسط از میان برداشته میشه و این دوتا لوله تبدیل میشن به یک لوله. و شما حوالی همون روز 21 یعنی شروع هفته 4 اولین انقباض قلب رو میتونین ببینین، در حالی که فعلا لوله قلبی کامل نشده، به یک لوله قلبی کامل تبدیل نشده. بعد اینجا یه تین خوردگی هایی رو ظاهرا ما داریم میبینیم که هر یک از اینها برای ما بخش های مختلف قلبی رو به وجود خواهند آورد. پس تین های بدنی و اون تشکیل لوله قلبی باعث میشه که لوله قلبی که در ناحیه پرکوردال بود خودش رو به ناحیه قفسه سینه انتقال بده. و از یه طرف هم چون در ساختار تشکیل ارگان ها همیشه ارگان های مجاور با هم یه حالت اینداکشن دارن، همدیگر رو القا میکنن، همزمان هم شما اینجا دارین عنایت میکنین که وقتی داره صفحه ترانسفر میخواد دیافراگم رو درست بکنه، همزمان جوانه کبدی هم به طرف داخل اون شروع میکنه به روش کردن، یا یه مقدار بالاتر به طرف سفالیک شما جوانه ریوی رو دارین میبینین که شروع میکنه به روش کردن و همچنین در نهایت این پرده اوروفرانجیال ممبرن رو ببینین که میخواد با دهانی که داره حفره‌هاش تشکیل میشه ارتباط برقرار کنه. و در این شکل سوم موردی که خوب هست در موردش یاد بگیریم اینه که لوله قلبی که تشکیل شد ببینین از طریق مزوکاردیوم از حالتی که پوستریور هست در پشت قرار داره این وصل شده اصطلاحاً به صفحه پریکاردیال و اطراف اون وصل شده و یک حفره ای رو به وجود آورده. این حفره خودش در شکل‌گیری بخش های مختلف لوله قلبی مطمئناً تأثیر به سزایی خواهد داشت که عرض خواهد کرد. وقتی که قلب تشکیل شد بر اساس وضعیت قرارگیری که در بدن داره نسبت به رویان
از یه طرف خروجی هست که خون از قلب خارج میشه، از یه طرف ورودی وجود داره. خود قلب هم دارای حفراتی است. پس خونی که از اینجا داره میره بیرون، همینطوری که عنایت میکنین نوشته aortic arch arteries، این رگهایی که دارن میرن، میرن به قوسهای آورتی که در ناحیه حلق هست، یعنی فارانژیال آرت هستن. یعنی نشون میده که به صورت ابتدایی آبشوش مانندهایی در حتی رویان انسان هم تشکیل میشه. پس خونی که دارای اکسیژن کم هست، از قلبی که حالت یک حفره‌ای داره و چند تا حفره‌ای به هم پیوسته هست، خون رو دریافت میکنه، با آبشوش انتقال میده و از اونجا به کل بدن میره. از یه طرفی هم خونی هم که میخواد برگرده، به صورت خیلی کلی فعلا عرض میکنم، ببینین از بند ناف باید خون برگرده، به خودشو به قلب برسونه، از کیسه زرده داره خون به قلب برمیگرده، و یکی هم خونی که از طریق قلب پمپ شده بود به کل بدن، نهایتا با سیاهرگ‌هایی به داخل خود قلب میخواد برگرده. ولی خود قلب رو وقتی نگاه میکنیم یه حالت وارونه هست، یعنی اگر من بخوام موقعیت قرارگیری رو توی بدن یک رویان نشون میدم، این بخشای آبی به طرف عقب و این قسمت بنفش به طرف جلو هست. یعنی سینوس ونوسوس، سینوس های سیاه رگی در عقب قرار دارن که خون دریافتی رو از دو شاخ خودش وارد یک دهلیز اولیه میکنن، بعدش داخل یک بطن اولیه، بعدش بولبوس کوردوس و در نهایت از تنه آورتی به طرف آرتریس ها با کمک آنها به ناحیه فارانژیال انتقال داده میشه. وقتی که قلب تشکیل شد، ببینیم که این چه شکلی احاطه خواهد شد. پس ما ترتیب رگ ما یه جوری که خون رو داره از قسمت پشتی، قسمت پادال دریافت میکنه و به طرف جلوتر انتقال میده. لذا روی این هست اگر ما ساختار رو نگاه کنیم، عرض کردم که در حفره پریکاردی توسط رگهایی متصل با هم به حالت آویزان قرار میگیره. مناخ دهلیزی و سینوس وریدی یا سینوس های سیاه رگی موقعیت اولیه خارج پریکاردی داره. شما یه اتاقی رو تجسم بکنید، بادکنک های استوانی شکل بلندی که بودن از اسباب تفریح ما بودن دو دوران بچگی، اونو توی این اتاق شما فوت بکنید. خب اگر طول این بادکنک بیشتر از اندازه اتاق باشه، مجبور در داخل اتاق تاب بخوره، پیچ بخوره. پس همین اتفاق هم برای لوله قلبی اتفاق میفته، یعنی با رشد بخش‌های مختلف قلبی و محدودیت فضای حفره، ناحیه دهلیزی و قسمت اعظم سینوس وریدی یا سیاهرگی هم به داخل حفره پریکاردیت کشیده میشن. یعنی اینجا داریم نگاه میکنیم که مزوگاستریوم، هم آویزه یا بندآویزی که اینو از قسمت دورسال آویزون کرده، باعث میشه که رگ‌ها شروع کنن به رشد کردن. چون اینجا فضا محدوده و باعث میشه که وقتی که شروع میکنه به رشد کردن، تاب میخوره. یعنی قسمتی که در قسمت عقب قرار داره، بخشی که تحت عنوان سینوس ونوسوس هست، شروع میکنه در قسمت حرکت کردن به طرف جلو و در ضمن قسمتی که در جلو هست شروع میکنه رشد کردن به طرف عقب. لذا یک پیچ خوردگی ایجاد میشه. ما از روی این اصل میتونیم در آینده توضیح کنیم که چه شکلی سینوس وریدی و دهلیزهایی که در قسمت تحتانی و قسمت پایین قرار داشتن، الان اومدن دهلیزها در بالا قرار میگیرن. البته از این زمان هم یه استارتی هم زده میشه، این پرده‌ای که لوله قلبی رو از حالت دورسال و پشتی آویزون کرده، یه سوراخی ازش ایجاد میشه که این همون ترانسفر پریکاردیال سینوسی هست که در بزرگسالی ما اونو میبینیم. قلب هم مثل بقیه ساختارهای بدن تحت تاثیر ژن‌های خاصی هستن که در تمایزشون اینها نقش اساسی دارن. و روی این اصل هست که ما باید حداقل لمسه شده اسم اینها رو یاد بگیریم. فقط یادمون باشه ژن اصلی که تکامل قلب رو بر عهده داره یه ژنی هست به نام NKX2.5. ترشح همزمان BMP4 2 و 4 که مخصوصا در داستان و سخنسازی این یک ژن بسیار فعالی هست، از اندودرم و مزودرم صفحه جانبی برای فعال کردن این عامل نسخه برداری NKX2.5 بسیار مهمه. مهار فعالیت و ترشح پروتئین های WNT3A و 8 از لوله عصبی هم برای این کار واجب هست. روی این نسل این ژن ها همیشه با هم یک اثر متقابل دارن. یا برای اینکه تخصص شدن سیاه رگ ها بعد از اینکه تشکیل لوله قلبی اتفاق افتاد، حضور ویتامین ها و خانوادیون اسید ریتینوئیک مجاور سینوس وریدی و دهلیز ها لازم هست. یا تشکیل دیواره و تقسیم بندی بخش های مختلف قلب، حضور یک ژن تحت عنوان TBX بعد از بروز ژن NKX2.5 باز لازم هست. و در نهایت تشکیل قوس‌های قلبی تحت تاثیر ژن‌های القا کننده جهتگیر هست، بهش میگن لترالیتی، یعنی باعث میشه که سلول‌ها به طرفین حرکت بکنه. اینها دو تا ژن خیلی معروفی هستن به نام لفتی 2 و نودار. و رشد و تمایز بطن‌ها هم
با مشارکت ژن هندوان هندتو تحت تاثیر بازم تنظیم و کنترل NKX2.5 صورت میگیره. اگر این ژن ها دچار مشکل بشن و کارشون رو درست انجام ندن، یه سری اتفاقاتی میفته. از جمله اتفاقات مهمی که وجود داره داستان دکستروکاردیا هست. دکستروکاردیا علتش قوس خوردن قلب به سمت چپ به جای سمت راست، گاهی دکستروکاردیا با برعکس شدن کامل قرینگی در تمام اعضا یا سایتس اینورسوس استان همراه. البته احتمال خیلی کمی هست، ولی با این حال خب این اتفاق میفته توی بدن. و در حالت هتروتاکسی برخی اعضا موقعیت نابجا دارن. توالی های یک طرف شدگی هست در حالت اتفاق میفته. البته ما انواع توالی های یک طرفه داریم، تشابه هر دو نیمه بدن به نیمه راست یا نیمه چپ در افراد مبتلا دیده میشه. وقتی که میگیم سمت چپی دو طرفه هست، شما میتونین تعداد متعددی از تحال رو ببینید، یا در سمت راستی دو طرفه شما در اون قسمت دیگه تحال رو نمیبینید. موردی که هست خیلی مهم هست، تحت عنوان قلب نابجا یا اکتوپیک کوردیس، حالتی است بسیار نادر که قلب جنین بعد از اینکه تولد روی قفسه سینه قرار گرفته. البته داستانش اینه که شما میدونیم از لترال میزودر وقتی که قلب اومد در داخل سینه آرام گرفت، در این خط وسط استخوان جناق سینه یا استرنال تشکیل میشه. استخوان استرنوم از طرف سهمان بریوم یا دسته از طرف سری شروع میکنه به بسته شدن، لذا احتمال داره که این بسته شدن توأم با مشکل باشه، لذا قلب در قسمت بیرون قرار میگیره. البته این جنین هایی که این شکلی به دنیا میان متاسفانه بعد از چند هفته حتی اکثر از بین میرن و فوت میکنن. اگر داستان این ژن ها رو تا اینجا خوب یاد گرفته باشیم و یاد گرفته باشیم که قلب چه شکلی شکل گرفته، نهایتا باید بریم تو خود ساختمان قلب ببینیم که چه اتفاقاتی در این قسمت های داخلی تر برای این اتفاق. لوله قلبی در داخل حفره پریکارد قرار و به وسیله رگ‌های متصل به اون به حالت آویزون قرار می‌گیره و قلب از همون دوران رویانی و جنینی سه تا لایه خودشو داره که لایه داخلی رو بهش لایه اندوکارد میگیم، پوشش داخلی لوله قلبی رو می‌سازه، بعد از جنس سلول‌های مزودرم سازنده لوله قلبی هست. لایه میانی یا لایه میوکارد یک دیواری بسیار ضخیم هست، دیواری ماهیچه‌ای رو می‌سازه و منشأش از مزودرم مجاور لوله قلبی منشأ گرفته است. و لایه خارجی یا اپیکارد هم از پریکارد احشایی پوشاننده لوله قلبی ساخته شده و یک پوشش رو در قسمت بیرون قرار داره. لایه میانی و لایه خارجی چون ضخامت بیشتری دارن، برای تغذیهشون نیاز هست که از بیرون حمایت بشن، که به موقع در مورد شکل گیری اون رگ ها با هم صحبت خواهیم کرد. پس وقتی که قلب اومد در ناحیه قفسه سینه قرار گرفت، در داخل پریکاردیال کاویتی قرار میگیره. شما در قسمت داخل اندوکاردیوم رو دارین میبینین. اندوکاردیوم هست و کاردیاک ژله که در اطرافش هست، این با کمک اون سلول‌های مزدورم مجاور لوله قلبی لایه میوکارد رو میسازه که بعداً هم لایه خارجی یا پریکارد APS بهش اضافه میشه و این کار پروسه تکمیل میشه. هر یک از بخش‌های مختلف قلب که چهارگانه هست در این قسمت، در آخر هفته چهارم برای خودشون یه سری مشخصات و خصوصیات خاص داره. ببینیم چه اتفاقی برای سینوس سیاهرگی اتفاق میفته. ما در ادامه در مورد بخش‌های مختلف اون شکلی دهلیز و بطن اینا صحبت خواهیم کرد، ولی الان فعلا که قلب ما یک لوله واحد هست، ببینیم چه خصوصیاتی داره. سینوس سیاهرگی یا سینوس وریدی در قسمت دومی لوله قلبی قرار داره. پس موقعیت قرارگیریش در قسمت دومی هست. در اواسط هفته چهارم سینوس سیاهرگی از شاخهای سینوسی راست و چپ خون دریافت میکنه. در اون شکل کلی که نشون دادم دیدیم که از سه جا، از کل بدن، از کیسه زرده و از بند ناف میخواد خون دریافت کنه. سینوس سیاهرگی دارای یک قسمت میانی یا عرضی و دو تا شاخه راست و چپ هست. دو تا شاخه راست و چپ داره و از این قسمت داره خون دریافت میکنه و همینطوری که عنایت میکنین هر یک از این شاخه هم خودشون سه تا سیاهرگ بهشون ختم میشه. اینا کدوم ها هستن؟ یک سیاهرگ زردی ویتلاین وین یا سیاهرگ اونپال و مزنتریک هست که از کیسه زرده میاد. یک سیاهرگ نافی هست که از بند ناف داره میاد، از جوف منشأ گرفته. و سیاهرگ کاردینال یا سیاهرگ های اصلی هستن که خون بدن رو جمع‌آوری میکنن و از کل بدن خون رو دریافت میکنن.
در ابتدا همینطوری که در شکل با هم دیدیم، ارتباط اولیه‌ای که وجود داره بین ساینوس و دهلیز خیلی وسیع هست، خیلی گسترده هست و ساین آرتیال جانکشنی که وجود داره در این قسمت اسمبلی بخش بزرگه. به علت شندهای چپ به راست خون در هفته چهارم و پنجم تکامل سیاه‌رگی یه جابجایی اتفاق میفته و محل ورود این ساینوسی که در این قسمت وجود داره به طرف سمت راست شروع میکنه به حرکت کردن، به طرف سمت راست. این عکسی که داریم میبینیم از پشت داریم به قلب نگاه میکنیم، یعنی ویو ما پوستریور هست، از پشت داریم به قلب نگاه میکنیم. پس چه اتفاقی میفته؟ به علت اون شندها، ارتباطات خونی که در قسمت رگهای پایینتر و بالا دستی اتفاق میفته، باعث میشه که این اصطلاحاً محل ورود به سمت راست مقدار حرکت کنه. در هفته پنجم رویانی به دو دلیل شاخ سینوسی چپ خیلی کم اهمیت میشه. یکی اینه که سیاهرگ نافی راست از بین میره. چرا؟ شما اگر بیاین بند ناف رو نگاه کنی، یک سیاهرگ رو داریم میبینیم که خون روشن، غنی از اکسیژن و پر از مواد غذایی رو داره به جنین و رویان میاره. دوم، تحلیل سیاهرگ زرده‌ای چپ. کیسه زرده در کل دیگه لازم نیست از این به بعد خیلی به درد رویان بخوره. شاید رگ‌های طرف راستش بیاد در بخش‌هایی از اصطلاحاً رگ‌های ناحیه شکمی شرکت بکنه، ولی قسمت عمده سیاهرگ‌هاش از بین میره. با تحلیل سیاهرگ کاردینال مشترک چپ، اینجا که وقتی که شروع کرد اینها به از بین رفتن، اگر نگاه کنین دو تا ما باقی مانده خواهیم داشت که در اینجا سیاهرگ مایل چپ یا بهش سیاهرگ مارشال هم میگم و سینوس کورنری، سینوسی که خون قلب رو یعنی خون ناحیه میوکارد و اپیکارد قلب رو میخواد بیاره و وارد دهلیز راست بکنه. البته لازم یادآوری بگم که به علت شندهای چپ به راست خون شاخ سینوسی راست و سیاهرگ‌های چپ بزرگتر شده و تنه رابطه خون سیاهرگی سینوس سیاهرگی یا سینوس وریدی هستی فقط شاخ راست و دهلیز هست که اینجا رو وارد دهلیز اصطلاحاً راست میکنه و داریم میبینیم که این قسمت شروع کرد و از بین رفتن و در نهایت فقط ازش ورید مارشال موند و سینوس کورنری. شاخ راست در دهلیز راست ادغام میشه و شروع میکنه بخشهایی در اون از بین رفتن. ببینید این قسمت میانی میاد در خود دیواره دهلیز از بین میره، بخش صاف دیواره دهلیز راست رو به وجود میاره و منفذ سینوسی دهلیزی در طرفین ورودی ساینوس به دهلیز راست توسط دریچه های سیاهرگی راست و چپ در بر گرفته میشه. اگر یک بار هم ما اینو از داخل بتونیم توش رو نگاه کنیم، خواهیم دید که اونجا یه سری اتفاقات میفته. پس بزرگتر شدن شاخ سینوسی راست و سیاهرگ های سمت چپ به علت شنته. در نتیجه مجدداً عرض میکنم تنها رابط خون وریدی سینوس وریدی اصلی فقط شاخ راست به دهلیز هست و اونجا هم چون فعلا ما یه دونه دهلیز داریم، الان خواهیم دید در ادامه که این دهلیز هم بیشتر در ارتباط با بخش دهلیز راست خواهد بود، چون از طرف سمت چپ اون یه دونه دیواره کشیده خواهد شد. ادغام شاخ راست در دهلیز راست و تولید بخش صاف دیواره دهلیز هم از این همین اصطلاحاً یکی شدن در اون دیواره صورت میگیره و دریچه های اونجا قرار گرفتن و باعث میشه که در موقعیت پشتی اینو از داخل اگر نگاه کنیم اینجا بهتر دیده میشه. ببینین اول یک حالت قرینه داره، منفذ خیلی بزرگ هست. کم کم که طرف چپ شروع به تحلیل میکنه، چه اتفاقی میفته؟ این به طرف راست گلایدینگ میکنه، سور میکنه. اینجا موردی رو که ما نگاه میکنیم از روبرو نگاه میکنیم، اینجا ویو ما اصطلاحاً آنتریور هست، از روبرو نگاه میکنیم ببینین طرف راست باقیمون، طرف چپ به غیر از ورید مارشال و ورید سیونوس سهن کورنری بقیهش از بین میره. این محل اتصال رو اگر تو بهش نگاه کنیم ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. میبینیم که در این قسمت سهن دو تا ورودی در قسمت بالا و قسمت پایینش و همدیگه وصل شدن، اتصال یک دیواره کاذب ایجاد میکنه، سپتوم سوپریوم در موقعیت پشتی سری با اتصال دریچه ها به هم ایجاد میشه. اتصال دیواره کاذب و دریچه وریدی چپ به دیواره دهلیزی با ادغام شاخه سینوسی راستی اتفاق میفته. پس بخش فوقانی دریچه سیاهرگی راست ناپدید میشه، ولی بخش پایینی، همین قسمت پایی، تبدیل خواهد شد به دو تا بخش دیگه که اینا رو با هم ببینیم. قسمت پایینتر ببین قسمت بالاتر به صورت یک دیواره اولیه شد، قسمت پایین‌تر شروع می‌کنه به بزرگ شدن و دو تا دریچه به وجود خواهد آورد. نام دریچه سیاهرگ اجوف پایینی یا بزرگ سیاهرگ زیرین رو بهش میگن دریچه
استاش یا دریچه سیاهرگ عجبف پایینی استاشیانوال، و مال کورنری هم تبدیل میشه به سینوس اسهان دریچه ساینوس کورنری یا تبسیان یا تبشیان. خب اینا چه حکمی دارن؟ خونی که وارد دهلیز شده وقتی که میخواد دهلیز منقبض بشه، این تقریبا از بازگشت خون به داخل سینوس کورنری و گشاد شدن اون از یه طرفی به بزرگ سیاهرگ زیرین جلوگیری میکنه و نمیذاره به این راحتی ها خون برگرده به داخل. بخش صاف دهلیز رو، بخش صاف دهلیز رو، این قسمتی که داریم میبینیم سینوس و اینا رو، بخشی هست که از شاخ سینوسی راست به وجود اومد. اگه خاطرتون باشه قبلا این دوتا رگ که تحت عنوان سوپریور وناکاوا و اینفریور وناکاوا بودن، این دوتا در بیرون با همدیگه با یه تنه مشترک به دهلیز وصل میشدن، ولی الان چه اتفاقی افتاد باعث شده که این قسمت بیاد در دیواره دهلیز راست ممزوج بشه، باش ادغام بشه و یک بخش صاف رو بیاره، که بعدا خواهیم دید. ببینید در طرف چپ این اصلاحاً این ورودی ها دیواره هایی به وجود خواهد آورد که دهلیز رو به دو بخش راست و چپ تقسیم خواهد. ولی برای ناحیه بطن ببینیم چه اتفاقاتی میفته. همین تغییراتی هم اونجا خواهیم داشت. من از روی دهلیز، از روی مطالبش پریدم، تقریبا چیزی در مورد دهلیز از نکردم، چون در ادامه خواهیم دید که این دهلیز اتفاقات خاصی در حالت لولی قلبی واحد اتفاق نمیفته، ولی بعدن هست که دوتا دیوار اینجا کشیده خواهد شد و اونو به دهلیز راست و چپ تقسیم خواهد کرد. ولی برای ناحیه استخوان بطنی اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، ناحیه بطنی هم مثل ناحیه دهلیزی در ابتدا یه دونه است، فرده، و مشخصات خاص خودشو داره. ناحیه بطنی به صورت متصل و در جلوی ناحیه دهلیزی قرار داره. ناحیه بطنی به وسیله شیار پیازی بطنی به قسمت ابتدایی ناحیه پیازی متصل میشه، و اگر اینجا بخوایم نگاه کنیم ببینید از یه طرف با دهلیز در ارتباطه، از یه طرف با بولبوس کوردوس یا ناحیه پیازی در ارتباط است. و همزمان با این هم که گفتیم چون حفره دور قلبی یک پرده فضای محدودی هست، این وقتی که رشد میکنه اگر نگاه کنیم برعکس عقربه های ساعت یه چرخشی در قلب اتفاق میفته. قسمت بولبوس کوردوس با رشدش به طرف پایین داره حرکت میکنه، همزمان وقتی که داره به طرف پایین رشد میکنه بزرگتر میشه، باعث میشه که باقیماندی آنتریوم، ده آرتریوم یا دهلیز و بخش سینوس ونوزوس رو به داخل پرده پریکاردی بکشه، و این اتفاق باعث میشه که دهلیزها به طرف بالا صعود بکنن و بطنها به طرف پایین بیان قرار بگیرن، که باز در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. ولی ناحیه پیاز قلبی رو اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، پیاز قلبی بخش حیاتی هست، یعنی خیلی مهمه. از این بابت مهمه که در تشکیل آورد و تنه ریوی نقش بسیار اساسی داره. بخش پایانی یا انتهای قسمت قوسی قلبی اولیه رو ما تحت عنوان پیاز قلبی میشناسیم. پیاز قلبی یا بولبوس کوردوس از ناحیه سفالیک خودش به ریشه های آورت وصله. در یک امبریوی 5 میلیمتری شما 3 تا قسمت درش میتونیم ببینیم. قسمت اول یا پراکسیمال که توی اصطلاح کتاب ها اکثرا پروکسیمال می نویسن، یک ناحیه متصل به ناحیه بطنی هست، بعدها به قسمت ترابکولی بطن راست تبدیل خواهد شد. قسمت میانی یا دوم که بهش میگیم مخروط قلبی یا کوردوس کونوس، بعدها راه خروجی خون از هر دو بطن را میسر میسازه. شما در اینجا ورودی های آورت و تنه ریوی رو خواهید دید. و قسمت سوم یا قسمت دیستال، تنه سخرگی که خود ریشه و قسمت پراکسیمال آورت و سخرگ ریوی رو شما در این قسمت خواهید دید. و چون فعلا این دوتا خروجی هاش به صورتی هست که چون به طرف فارانژیال برانش ها میرن و اونجا قوس های رو تشکیل میدن، فعلا یه حالت دوگانه است. البته در ادامه هر دوتاش در ناحیه دورسال تبدیل به یک رگ میشن و همدیگه میپیوندن. یه خلاصه مفید اگر بخواهیم در مورد شکل‌گیری سینوس وریدی و ناحیه بطنی در لوله قلبی صحبت کنیم، این شکل ها چون برش تازی که زده شده، کروناری که زده شده، شما میتونید اینجا وضعیت رو ببینید. ببینید خروجی قلب در بالاست، ورودی قلب در پایینه. گفتیم به خاطر محدودیت فضایی که اینجا وجود داره چه اتفاقی میفته؟ ناحیه خروجی به طرف چپ، یعنی خلاف عقربه های ساعت، شروع میکنه تکثیر شدن، به طرف پایین حرکت میکنه. همزمان دهلیز به طرف تو کشیده میشه، با تکثیر خودش به طرف بالا صعود میکنه. و اگر بخوایم قبل از اون هم این شرایط رو ببینیم، گفتیم که دوتا لوله اولیه داشتیم،
که در خط وسط به خاطر اون لترال فولدینگی که هست با هم یکی میشن و مثل قلب ماهی ها خروجی از بالا ورودی از پایین هست برای قلب و با این چرخشش باعث میشه که یک دهلیز اولیه، یک بطن اولیه و یک اصلاحاً ناحیه پیازی و خروجی وجود داشته باشه که الان باید بین این دو تا ما دیوار بکشیم، باید بین بطنها دو بخش بعد دیوار بکشیم و به خاطر نوع حرکت خون که وجود داره خودش یک تحریک کننده ژنی هست که باعث میشه ژن‌های خاصی فعال بشن و در نهایت رگ‌ها و بخش‌های مختلف قلبی به وجود بیاد.